بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما راجع به راوتر کانفیگوریشن یا فالسازی یک رفتار در نتورک می باشه. خب ما اول باید یک نتورک بسازیم. در یک نتورک ما دو کامپیوتر نیاز داریم، کامپیوتر زیاد استفاده میکنیم، ولی خود ما فعلا از یک دو نوع کامپیوتر استفاده میکنیم. بعد از او ما باید یک سویچ نیاز داریم. در میریم در نتورک دیوایس در بخش سویچ، میام از این سویچ استفاده میکنیم و بعد از او راوتر. راوتر هم خب این جنبه مختلف داره، مثلا ما 1941 من این نوع راوتر استفاده میکنم و بعد از او تمام از ایره من توسط یک کیبل وصل میکنم. اینجا هر کیبل باید مشخصات خود داره که از کدامش استفاده شود. من از همین خود کیبل اولی استفاده میکنم. همین رقم سویچ با دو کامپیوتر وصل میکنیم. این حال یک نتورک ساخته شد، ولی فعلا این نتورک کال کار نمیکنه وقتی که فعال نیست. اگر مثلا من یک مسیج از اینجا به همین مسیج بگیرم از کامپیوتر به راوتر انتقال بتم، انتقال نمیکنه. وقتی از این هم باید از کامپیوتر کانفیگور شه، هم باید راوتر. خب اول من سر راوتر شروع میکنیم. میام بالای راوتر کلیک میکنیم، در بخش بالا اینجا در بخش سی ال آی میریم. سی ال آی که میریم اینجا کدا رو میبینیم، در قسمت آخریش نوشته شده یس اور نو. خب اول نو را کلیک کردیم، انتر میزنیم. انتر که میزه باز دفعه دوم انتر ستارت میشه. این حاله ما را وقتی که میکنیم، این حاله مثلا ما به راوتر پیام میدیم که چی کار کنه، مثلا صحبت میکنم باش، نشته میکنیم انیبل فعال بساز. انیبل چی را مثلا نشته میکنیم که کانفیگور خودم می ساختمان کانفیگوریشن که هستی نمیره با ما فعال بساز. خود اینجا نشته کرد که فعال بسنن چه قسم طوری که این حال مثلا ما میگیم که انترفیس در این قسمت که هست. خب ما مثلا گیگابیت در گیگابیت هر راوتر فرق میکنم. خود مثلا از مدت چلیه که هست صفر و صفر هست، پس هر راوتر که استفاده میکنیم باید اینجا ناشته کنیم. مثلا از این صفر سلاش صفر ناشته میکنیم. خب ناشته میکنیم ترفیز گیگابیت ایدن صفر صفر از خود راوتر همین گیگابیتش هست. کلیک میزنیم. خب طوری که اینا باز اگر آی پی آدرس ما یک آی پی آدرس دل خود اینجا ناشته کنید که این خود همین آی پی آدرس که اینجا ناشته میکنیم در بخش دیفالت هم کامپیوتر هم باید اینجا یک رقم باشه. کدام آی پی آدرس که اینجا دیفالت توی هم که ناشته میکنم اینجا یک نوه باشه. مثلا میم یک سر نوه دو یک سر شست و هشت یک آی پی آدرس هست و 255 ای سبنت ماسک شد. خویی را که ناشته کردیم نه کلیک میکنیم آی پی آدرس هم این رقم باشه. باز طوره که اف چطور که نو شد داون نوشدن دیگه معمولا مختار از امی از نامش پیدا دیگه زیاد درست نفهمید. خب نوشدن یعنی که دبا کدام مشکل دبا اینش نبیانید امی رقم یک کود هست مثلا فرمان برش میتیم که اگر لاین کشیده شود بله هست. خب آن لاشته میکنیم که F دو دبیو آر امی کود آخریست ای را که میزنیم اینجا اوکی میه. اوکی که میه یعنی کانفیگور شده و تاره ما فعلا فعال است. حالا نتورک ما کار نمیتونه وقتی که خودم می کامپیوتر وقتی که آی پی آدرس نداشته باشه راوتر چطور بخونه پیام از کدام کامپیوتر بگیریم. ما مثلا در بخش کامپیوتر کلیک میکنیم، نمیاره در بخش دسکتاپ آی پی آدرس کانفیگوریشن. اینجا میریم یک آی پی آدرس مثلا میتونیم دل خوابی 0.68 یک و مثلا 3 ایره که ایره خود سرمید ماسکی که اوتوماتیک کلیک کنیم خودش میام. در بخش دیفال گتوی این نمو آی پی آدرسی که ما در راوتر نشته کرده بودیم دینجا پاس نشته میکنیم 192 بود 168 آه بله. خب ایران نشته کردیم. این من در کمپیتر دومی ایران کانفیگور میسازیم در بخش دستاپ آی پی کانفیگوریشن 192 168 1 و 4 و در این کمپیتر هم خودم آی پی آدرس هم دیفالت گیتوی که در راوتر نشته بود اینجا پاس دوباره نشته میکنیم در دو کامپیوتر. خب این را نشته کردیم.
اینانه ایجه یک نتورک ساخته شده بختر امتیان از این ما باید یک امتیان انجامت می مثلا اینی پیام ها ما از این کمپیتر مثلا به این راوتر انتقال میتونم میبینم که کار میتونم یعنی پس اون نشته شد سکسسفول یعنی راوتر کنفیگور شده خود کمپیتر ها و خود نتورک کار میتونم یعنی مثلا از این کمپیتر به این انتقال میتونم و نه بر دو کمپیتر چی شد کنفیگور شد و این بود راوتر کنفیگوریشن.